سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با یه بیوگرافی دیگه. امروز اومدیم با بیوگرافی پوریا شکیبایی، پسر خسرو شکیبایی. اگه میخواییم بیوگرافیشو بدونید با من همراه باشید. بی وقت بریم سراغ ویدیو. پوریا شکیبایی متولد 19 مرداد سال 1362 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. فارغ التحصیل لیسانس رشته تربیت بدنی از دانشگاه سیدنی استرالیا می باشد که اولین بار در 10 سالگی صدا پیشگی را تجربه کرد و حالا بازیگر حرفه‌ای است. پوریا فرزند خسرو شکیبایی از همسر دوم خود پروین است. تنها یک خواهر ناتنی به نام پوپک دارد که او هم مدتی بازیگری را دنبال می کرد. پوریا اولین بار در سال 1371 وقتی 9 ساله بود صدا پیشگی در فیلم بازباران با موضوع کودکان مبتلا به بیماری نقض ایمنی و اهدای سلولهای بنیادی را تجربه کرد. سال 1385 وقتی 23 ساله بود در نقش جوانی پدر برای فیلم دستهای خالی تست داد و در نهایت تصمیم گرفتند از تصاویر او استفاده کنند. پوریا 2 ماه بعد از فوت پدر در 28 تیر ماه سال 1387 به شهر سیدنی در استرالیا مهاجرت کرد و در رشته تربیت بدنی وارد دانشگاه شد. خودش میگوید میخواستم با غرق کردن خودم در کنار کار و ورزش به آرامش برسم که نشد، تا اینکه وقتی تنها شدم دست به قلم بردم و شروع به نوشتن کردم. بعد از 8 سال که به ایران بازگشتم، اینجا دیدم آرامش بیشتری دارم، پس تصمیم گرفتم همینجا بمانم. دلم نمیخواست زیر سایه نام پدرم باشم، دوست داشتم مستقل باشم و اصلا دلیل مهاجرتم همین بود. در واقع از ایران رفتم که بدانم خودم در چنته چی دارم و آیا میتوانم بار زندگیم را به تنهایی بر دوش بکشم یا هم همیشه باید زیر آن سایه بزرگ زندگی کنم. پوریا شکیبایی در نهایت برای اولین بار در سال 1395 وقتی 33 ساله بود با نمایش 12 اولین تجربه بازیگری خود را از روی صحنه تئاتر به دست آورد. خودش میگوید برای آغاز فعالیت من در تئاتر نمایش 12 بهترین اتفاق بود و میتوانم در کارنامه هنریم به آن افتخار کنم. شکیبایی کوچک روز جمعه 22 مرداد سال 1395 بعد از حضور در برنامه خندوانه رامبد جوان به خاطر شباهت زیاد چهرهش به پدرش مورد توجه قرار گرفت. او بعد از چند تجربه تئاتری در سال 1397 با فیلم آخر به کارگردانی شاهد احمدلو بازی در جلوی دوربین را تجربه کرد. پوریا در نهایت بعد از سالها توانست در زمستان 1400 با سریال برف بی صدا می بارد در نقش حبیب بازی در قالب تلویزیون را هم تجربه کند. فکر نمی کنم به دنبال بازی در ژانر خاصی در سینما باشم. البته اگر بخواهم انتخابی بکنم ژانر سیاه‌سفید را خیلی دوست دارم و از نقش منفی خوشم می آید. پوریا شکیبایی در سال 1388 وقتی 26 ساله بود با خانومی به نام پریا ازدواج کرد و اکنون سالها زندگی متعلی خود را دارد. پیشنهادات بسیاری برای گویندگی و دوبله داشتم، اما علاقه من بیشتر بازیگری است تا دوبله و گویندگی. البته رادیو برایم بسیار محترم است. دوست دارم در فرصتی مناسب تجربه کار در رادیو را هم به دست بیاورم. پوریا که چپ دست است میگوید از زمان مدرسه که بیشتر امکانات برای راست دست ها بود شروع کرد به کار کردن با دست راست و الان با 2 دست میتواند به راحتی کار کند. شباهت من به پدرم خیلی زیاد است، به طوری که روزی نیست که مادرم با دیدن من به یاد پدرم نیفتد و به من نگوید آخه چرا تو اینقدر شبیه پدرت هستی. باید بگویم من اصلا وقت این را نداشتم که بخواهم بنشینم و حرکات پدرم را آنالیز کنم و سعی ادای ایشان را در بیاورم. من کار میکنم که شبیه پدرم هستم. اصلا از اینکه این شباهت به رخم کشیده شده ناراحت نمیشوم. شکیبایی
در هیچ کدام از فصل‌های سریال بچه مهندس حضور نداشته، بلکه سلمان فرخونده بازیگر آن مجموعه بود که شباهت مختصری به هم داشتند. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله قشنگ بزنین که هر ویدیو گذاشتم بفهمید، و اینستاگرام هم بالای صفحه هست اونم میتونید فالو کنید، و اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.